مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصر حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع و آیت الله العظما سید صادق شیرازی دام از از برنامه آتی و گام های بعدی خود برای طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر پرده برداشت در همین راستا حسین العادلی مسئول روابط عمومی مؤسسه مصر حسین علیه السلام در این باره به خبرنگار خبرگزاری اخبار گفت بعد از برگزاری پنج جلسه به طور منظم و هفتگی با حضور برخی مسئولان مربوطه کارشناسان و فعالان متخصص در شهر مقدس کربلا گام بعدی در زمینه طرح چشمانداز اربعین 2030 با 50 میلیون زائر برداشته ایم وی در ادامه افزود در گام جدید قصد داریم از مسئولان مربوطه کارشناسان و متخصصان خارج از شهر مقدس کربلا و حتی خارج از کشور عراق دعوت کنیم تا با حضور در جلسات هفتگی با ارائه تجربیات و نظرات خود در این خصوص به برداشتن گام های بعدی و بهتر در مسیر اجرای طرح چشمنداز عربین 2030 با 50 میلیون زائر به ما کمک کنند. العادل همچنین گفت طرح چشمانداز اربعین دو هزار سی با پنجاه میلیون زائر بعد از مطرح شدن از سوی آیت الله لزما صادق شیرازی را با ساب گوز ای داشت و مورد استقبال بسیار زیادی قرار گرفت از همین رو واکنش های زیادی را در این مورد شاهد بوده ایم و بسیاری ای از مسئولان، کارشناسان، متخصصان و فعالان برای حضور در جلسات هفتگی مؤسسه مصباح حسین علیه سلام اعلام آمادگی کردند. به ویژه اینکه این طرح به زائران ما حسین علیه السلام و احیای شعار حسینی خدمت می کند مسئول رابط عمومی مؤسسه مسپال حسین علیه السلام همچنین گفت در صحبت های مختلفی که با زائران کشورهای مختلف داشته ایم به بسیاری از مشکلات که در مسیر زیارتشان با آن مواجه می شوند آشنا می شویم همه آن را یادداشت کرده و در برنامه هایی که در حال آماده سازی آن هستیم لحاظ خواهیم کرد. حسین العادلی افزود برنامه ما برای طرح چشمانداز البین 2030 با 50 میلیون زائر شامل دو بخش اساسی یعنی خدمات و زیر ساختی است در بخش خدمات برای موضوعاتی همچون غذا آب و محل اسکان زائران برنامه ریزی می شود اما در بخش زیر ساخت به موضوعات کلان مانند راه های رفت آمد، جاده، اتوبان، پل و دیگر زیستساختهای مورد نیاز برای شهر مقدس کربلا مورد بحث و بررسی و مطالعه قرار میگیرد او ادامه داد بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که احتمال دارد عدد زاهران از ۵ میلیون هم فراتر برود و تا 6 میلیون ظاهر هم برسد طبق اطلاعات به دست آمده تنها در یکی از کشورهای اسلامی بیش از 70 میلیون شیعه و عاشق اهل بیت اسمت و تعالی علیهم وجود دارد که تمایل به شرکت در مراسم اربعین را دارند